وای چه هوا گرمه. چی میچسبه؟ الان واقعا تنها چیزی که میچسبه بستنی خونک خفن خوشگل. متاسفانه ندارم تو فریزر. چیکار میشه کرد؟ خودم درست کنم. هی بچه ها چطوری؟ روزالیتا هستم و خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید دیگه. آقا تابستون نزدیکه. هوا گرمه، خورشید اومده بیرون، روحیه همون خوبه، حالمون خوبه، ولی خب هوا خیلی گرمه. و واقعا توی تابستون تنها چیزی که دل آدم خنک میکنه یه بستنی نابیه. واسه همین من رفتم یک عالمه رنگ خوراکی گرفتم، رنگ‌های مختلف که بستنی‌های رنگی درست کنم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. اگر چانل ها ما هنو ساب نکردین، الان وقتشی که این کار انجام بدین، زنگوله رو بزنین، عاشق تک به تکتون هستم و برید بستنی‌های خفنو درست کنید. خب بچه، چیزایی که من گرفتم، اولا این رنگا بودش که صورتی قرمز، زرد، آبی، بنفش، نارنجی و سبز و مشکی. همیشه دوست داشتم. دیدین این عکسای توی اینستا و توی چندم تیک تاک و اینا بستنی مشکی میخورن. همیشه دوست داشتم ببینم این بستنی ها چجوری هن، چه شکلی هن و واقعا آیا مشکی 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 هستن و قراره اینو همین امروز با هم دیگه امتحان کنیم و ببینیم چه شکلی میشه، چون اینو خیلی ذوقشون دارم. چند تا ظرف آماده کردم که رنگا رو براش میکس بکنیم با بستنی و یه دونم قالب آوردم که 4 تا بستنی توش جا میشه. ولی یه دونم ظرف بزرگ آوردم. آها اینم بهتون بگم، یه دونم تزیین گرفتم که روشم خوشگل کنیم، تزیین کنیم واسه خودمون و بستنی خودمون رو درست کنیم و امیدوارم بسیار خفنی بشه، یعنی خیلی انتظار دارم. خب این تزیینیه که من گرفتم که توش چیزای خیلی خوشگل داره که همشون هم طبیعتاً خوردنی هم. اینم رنگاییه که من گرفتم، نمیدونم اصلا درست دیده میشه یا نه. اینم رنگ مشکیشه که خیلی ذوقش رو دارم، امیدوارم به همین مشکی باشه. سبز و آبی و بنفش و صورتی و قرمز و نارنجی و اینا. البته اینم بهتون بگم، چون قالب من خیلی کوچیکه و کلاً 4 تا بیشتر ازش نمیتونم درست بکنم و دلم میخواد رنگ‌های مختلف درست کنم، واسه همین یه دونم ظرف بزرگ بردم که تو اینم بستنی درست کنم. گفتم یه دونم بستنی زیاد باشه. و بستنی که گرفتم براش بستنی وانیلی 2.5 لیتره که هیچ رنگی خاصی نداره، یعنی یه رنگ حالت زردطوری داره، واسه همین رنگا رو فکر کنم خیلی خوب بگیره، چون صورتیش هم بود، شکلاتیش هم بود، ولی خب اونا خودشون رنگ داشتن. خب بچه، من زاویه دوربین رو یه کوچولو چنج دارم که شما هم ببینید من اینجا دارم چی کار میکنم. اولین بستنی که میخوایم درست بکنیم بستنی گلکسیه که از رنگهای، یعنی حالت کهکشان طوری داشته باشه. از رنگهایی که توی کهکشان ما میبینیم یکی طبیعتاً بنفشه، آبیه و یکی هم صورتیه. از این سه تا رنگ قرار استفاده بکنیم که کهکشانمون رو با ستاره های خوشگلش درست بکنیم که این بستن رو باید باز کنم. خب ما سه تا بستنی همون رو ریختیم توی این یکی بنفش میریزیم، توی این صورتی میریزیم، توی این یکی هم آبی میریزیم. اگه کم و زیاد اینا بود باید ببینیم چه جوریه. اگه بستنیتون یه کوچولو بذارین از قبلش آب بشه خیلی راحت تر میتونین همش بزنید. واو چه رنگی کم. ببینید تقریبا داره یه ذره صورتی میشه ولی خیلی کمه. خب دوستان اینم از رنگای خوشگلمون صورتیش که خدای خیلی خوشگله. یه ذره چون نور اینجا زیاده صورتش رو زیاده کم رنگ نشون میده. آبیش خیلی خوشگله. و این بنفشش هم من یه کوچولو چراغو خاموش کردم، دیدم یه حالت یاسی طوری داره ولی اونجوری که بنفش ما میشناسیم که قشنگ بنفش باشه نشده، ولی فکر کنم میکسشون بکنیم خیلی خوشگل بشه. من تصمیم گرفتم کفش بلوبری و تمشک بریزم که یخ زدن که خوشتم و خوشمزه بشه. از هر رنگ یه کوچولو میریزیم. چقدر این رنگش خفن. سعی بکنید بچه رنگا رو که دارین میریزین همه با هم دیگه خیلی قاطی نشن. تش البته میخوایم تزیینشون بکنیم. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
اوکی سیری واقعا که وسط ویدیو برای تزیین چون من میخواستم حالت گلکسی توریش درست بکنم میایم چیکار میکنیم یه دونه بچه خلال دندون برمیداریم و اینا رو با هم دیگه اینطوری میکس میکنیم چقدرم قشنگ من دارم این کار رو انجام میدم واو اگه واقعا اینجوری چقدر خوشگل نمیشه خب تزیینش هم بکنیم وای چقدر داره خوشگل میشه What the fuck خیلی خوشگل شده حالا یخ بزنه خیلی فکر کنم خفن بشه دوست دارم ببینم طعمش هم چطوره خب برای بستنی بعدیمون من 4 ظرف آماده کردم که قراره رنگی رنگی بشن یه دونه قرمز میذاریم یه دونه زرد یه دونه نارنجی و یه دونه هم سبز آبی هم استفاده میکنم من برم اینا رو رنگشون بکنم و برگردیم 3, 2, 1 خب برگشتیم بچه من اینا رو رنگشون کردم از همه خفن‌تر رنگ آبیه واقعا خیلی خوب رنگ گرفته رنگ قرمزش تقریبا صورتیه زردش که آره نارنجیش هم نارنجیه ملایم سبزش هم شاید باورتون نشه من یه دونه بسته دیگه هم سبز داشتم رفتم اونم آوردم کلشو خالی کردم و تهش شد این یعنی اون سبزی که دلم میخواست نشد دو تا از این قالبا رو می‌خوایم رنگی کنیم دو تا دیگر رو گذاشتم واسه یه مشکی خیلی انتظار از این مشکی دارم انتظار دارم که واقعا سیاه اول میریم یه کوچولو زرد که اصلا از نظر من زرد نیست میریزیم خیلی کم وای خیلی آروم باید کار کنیم که یه وقت به دیوارش نریزه و همون لحظه به دیوارش ریختم قرمز میریزیم بعدش سبز میریزیم بعد از این نارنجی میریزیم اولش گفتم به دیواره نریزید حواستون باشه بعدم نشد آبی آبیش خیلی خوشگل خیلی خوشگل شد خب بچه رسیدیم به پارت حساس که آیا این رنگ مشکی بستنی ما رو کاملا مشکی میکنه یا نه همش هم میخوام بریم اوکی داره سیاه میشه و من فقط باید هم بزنم بچه باورم نمیشه سیاه شده یعنی بقیه رنگا اصلا به خفنی این نبودن من میرم این دوتای دیگر هم سیاه پر بکنم و بعد بذاریم تو فریزر چندین ساعت تو فریزر یخ بزنه که قرار بستنی سیاه بخوریم خب بچه 24 ساعت گذشت من قرار بود 3-4 ساعت فقط بذارم تو فریزر بمونه ولی گفتم بذار قشنگ یک روز کامل تو فریزر باشه که خوب یخ بزنه نایس امیدوارم که اولا کنده بشه به خاطر اینی که همین الان از فریزر آوردم و سخته ولی خیلی خوشگل شده ببینین ظاهرش که من حتما به این 10 میدم شما رو نمیدونم خیلی سخته خیلی زبده احساس میدونم الان پاشو من قراره بر باشه میوه های زیرش هم دلم میخواد خب بریم امتحان بکنیم یخه مزه همون وانیل رو میده این مزه خاصی از رنگا نگرفته همون وانیله ولی خیلی باحال شده به نظر من ظاهرش یه جوری خوشمزه ترش میکنه میفهمی که چی میگم این عالی یه دونه از این قلبام بردارم ببینم چه طعمیه شکر ولی اوکیه این از یه ذرهشون ته موند چه رنگی خوشگلی شده واو جدن مشکیه فقط این تیکش سفید مونده ولی خیلی باحال شده فکرش رو نمی کردم بچه چیزی که الان من فهمیدم خودم رو توی دوربین نگاه کردم دیدم زبونم رنگی شده رنگ آبیه رو گرفته بریم اول سبزش رو امتحان کنیم همون مزه وانیل رو میده به نظر من برای تابستون اینی که خودتون بستنیتون رو اینجوری دکورش بکنید و خوشگلش
بکنید و رنگی رنگی بکنید خیلی بیشتر بهتون میچسبه. واقعا مزهش مزه خوبیه. رنگ آبیه از همه قوی تر بودش. یه گاز ببنیم تمش که همونه. خیلی خوشگله دوستان، کاملا زبونتون لباتون رنگی میشن. زبون سیاه منه و اینو خیلی دوستش دارم. خب بچه، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشیم. به من که خیلی چسبید. البته این امیدوارم زیاد طولانی نمونه، نیم ساعت یه ساعت دیگه پاک میشه. عاشقتونم، حتما حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت یادتون نره و اگر چنلمو ساب نکردین الان وقتشه که سابو بزنید. زنگوله یادتون نره. ویدیوهای بعدی میبینمتون. عاشقتونم، بای بای.